5, 4, 3, 2. با درود خدمت همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان، ایمان فروتن هستم از جنبش ایران فردا SOS ایران. امروز روز چهارشنبه 16 ماه تیر ماه 1389 برابر با 7 جولای 2010 این برنامه روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا و 7 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا پخش میشه از شبکه تلویزیونی E2 در سراسر آمریکا، آمریکای شمالی که شامل کانادا، آمریکا و مکزیک میشه، و همچنین از طریق اینترنت از سایت اینترنتی e2ch.us. یعنی من اینجا زدم www.e2ch.us. این برنامه رو عزیزانی که در اروپا هستند و احیانا با سرعت اینترنتی سریعتری در ایران دسترسی دارن میتونن شاید از داخل کشورم ببینن. مطمئن باشید که وقتی که این برنامه رو از طریق اینترنت میخواییم ببینید، از براوزر IE اینترنت اکسپلورر استفاده بکنید. من خودم با اینترنت با براوزر فایرفاکس اشکال دارم، نمیدونم که از براوزر منه یا از این سایت، ولی برصد با اینترنت اکسپلورر اگه استفاده بکنید اشکالی نخواهید داشت. در ضمن عزیزانی که برنامه رو الان از طریق تلویزیون دارن مشاهده میکنن، این رو خدمتتون بگم که این برنامه ها معمولاً حدود 2 ساعت و نیم زودتر ضبط میشه. یعنی ما معمولاً یا حدود 3 ساعت و نیم، حالا که ساعت عوض شده، ما معمولاً برنامه رو ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا ضبط میکنیم که میشه 12:30 شب به وقت ایران، برای اینکه معمولاً تعداد بسیاری از عزیزانمون از داخل کشور از طریق اتاق‌ها و سایت‌های اینترنتی که الان معرفی خواهم کرد و همچنین از اروپا که شب هست تشریف میارن، و بنابراین ما برنامه رو زودتر ضبط میکنیم که هم رزمان و عزیزانم در داخل کشور مجبور نباشن تا 3 و 4 صبح بیدار بمونن. و از شما عزیزانی که مایلید در جلسات، یعنی ضبط زنده این برنامه شرکت کنید، خواهش میکنم قلم و مداد بیارید و یادداشت بفرمایید که از طریق اینترنت میتونید در این جلسات شرکت کنید، در این برنامه های تلویزیونی شرکت کنید. از سایت اینترنتی بیلوکس که اسپلش هست BEYLUXE.com که از فردا زیرنویس هم براش خواهیم داشت، میتونید در اونجا تشریف ببرید، ثبت نام کنید، مثل اتاقهای چتروم پلتاک و غیره هست. و ما هر روز میهمان اتاق ندای سبز آزادی معمولا هستیم. امروز در اتاق ایران، بله اتاق ایران ندای سبز آزادی هستیم که امروز پیشبند و پسبندش هم نیست. بعضی وقتا هم چند پسند های جالبی میذارن، مانند خودباوری تا سرنگونی. همچنین اگر شما با پلتاک بیشتر وارد هستید و یا اکانت و حساب در سایت اینترنتی پلتاک دارید، تشریف ببرید پلتاک و جستجو کنید برای اتاق اینترنتی ایران، جنبش ایران فردا، 4 لغت، ایران، جنبش ایران فردا. از اون طریق هم میتونید تشریف بیارید. و اون عزیزانی هم که ماهای سالها با ما بودن و با ادمین ما هسته مقاومت 265 SOS 265 در رابطه هستند، در سایت اینترنتی، یعنی اتاق چتروم یاهو هم میتونن شرکت کنن. در وهله اول به اون دوستانی که پشتیبان یا طرفدار تیم فوتبال آلمان بودن، مثل این که الان آلمان و اسپانیا بازیشون تموم شد و اسپانیا برد،
برای من ایمان فروتن فرقی به اون صورت نمیکنه، ولی مثل اینکه بسیاری از این دوستان طرفدار آلمان بودن، ناراحت شدن که اسپانیا برد. ولی به هر صورت یا تبریک یا تسلیت برای طرفداران آلمان و اسپانیا. برگردیم به کارهای خودمون. همجوری که میدونید خب یکی دو روز دیگه 18 تیر هست. من اجازه بدید ایمیل هایی رو که در این رابطه در رابطه با یه فراخوانی که اومده، فراخوان تظاهرات 18 تیر در لندن دیشب به دست من رسید، که من این رو خدمت دوستان بگم که احیانا عزیزانی که در اروپا هستن بدونن که نوشته که همین آدینه جمعه روز 18 تیر که میشه 9 جولای ژوئیه 2010 از ساعت 6 شب تا 9 شب جلوی سفارت اشغالی ایران در شهر لندن که روبروی هاید پارک هست و پرنسس گیت کنزینگتون، و گفت طبق معمول آدرس نزدیکترین ایستگاه های قطار زیرزمینی غیره هم دادن که گفتن اگر با قطار زیرزمینی میرید از ایستگاه های استریت کنزینگتون تشریف بیارید، و اگر با اتوبوس تشریف میارید گفتن اتوبوس شماره های 9 10 و یا 52. یک شماره تلفن هم هست و یک سایت هم هست. سایتی که تبلیغشو کردن برای این تظاهرات هست www.awti.org که اینو توی اتاقم برای شما عزیزان میزنم اگر لازم باشه بشید awti.org، و اطلاعات دیگر رو میتونید که از همون سایت شما داشته باشید. دیروز که ما یه خبر دیگه هم که دیشب من شنیدم و وقت نشد که تا تمام جزئیاتش رو دنبال بکنم، در اخبار آمریکا دیدم شنیدم که اتحادیه اروپا، به نظرم شما عزیزان فکر کنم شاید از من بهتر بدونید، اتحادیه اروپا گفته که نمیذاره هواپیمای ایرانر، نمیدونم همه هواپیمای ایرانر پرواز کنن به شهرهای اروپایی یا غیر. اگر دوستان اطلاعات بیشتری در این رابطه با من بدن دارن بدن. ولی از دکتر تهرانی عزیز بسیار متشکرم که یک فکسی برای بنده فرستادند که این فکس رو میتونید نشونم بدین، چون فقط نمیشه دکتر تهرانی هم زیاده میشه، که نوشتن تهران از ترس ندادن سوخت به هواپیما امروز پرواز هما از تهران به وین اتریش کنسل شد و 30 نفر یا 300 نفر رو به خانه فرستادن. مرسی. پس توجه بفرمایید که کم کم این جریان اوکی شاهین پرژن هم میگه بازار ایران اعتصاب کرده. خب این خبرها رو شروع میکنیم الان دونه دونه، شما از این دستاتون رو بالا کنید و خبر رو بدید. به هر صورت میدونید که با این تحریم های جدیدی که کشور آمریکا هفته پیش تصویب کرد و پرزیدنت آمریکا امضا کرد پنجشنبه گذشته، با این جریاناتی که در رابطه با همین هواپیمای هما غیر شده، 100% میدونیم که کار بهتر از این نمیشه، وضع بهتر از این نمیشه. یعنی دولت های غرب اومدن در حال حاضر روبروی حکومت ملا سفت و سخت وایسادن، و حالا آخرش به چی میرسه نمیدونیم. چیز دیگری که میدونیم اینه که بالاخره مثل این که این سیاست مدارای آمریکایی بعد از این چند سالی که انگلیس ببخشید یعنی روسیه و چین و اینا کلی با این آمریکایی‌ها بازی کردن، حالا بوش میاد که شاید این آمریکایی‌ها احیانا یه زرنگ دیگه‌ای کردن.